خدایا کمکم کن، خودت کمکم کن تا به خوبی و خوشی از اینجا بریم. اینقدر بیتابی بیفایده است، هممون نجات پیدا میکنیم. ببین منو، اعصابم خیلی خورده، موندم قضیه رفتنمونو چطوری به ایگید بگم. تو هم بیشتر از این اعصابمو خورد نکن. بعدش هم تو مگه نامزد نداری؟ برو پیشش دیگه. تو نمیخواد به من تیکه بندازی، حسودیت شده، درست نمیگم؟ به چی حسودی کنم؟ مشکل من الان ایگیته. اگه تو اینقدر ایگیتو به خودت عادت نداده بودی، الان لازم نبود به این فکر کنم رفتنمونو چجوری بهش بگم. صبح به محض اینکه چشمشو باز کرد از تو پرسید، به زور از دستش فرار کردم. خیلی زود تو هم از زندگی پسرم میری بیرون، داری بهش یه امید الکی میدی. اونو هر جایی که ببری همونجا میمونه. معلوم نیست این گرگ کوچیک تو کدوم جنگل وحشی بره. این گرگ قرار شبها به ما خیره بشه و دلتنگ ببر دریا بشه. تو چرا نمیخوای اینو بفهمی؟ ببین طاهر، از پسرم فاصله بگیر، نظر بهت وابسته بشه. گفته بودم از پسرم فاصله بگیر، گفتم نظر بهت وابسته بشه. دوست پسرت هم از ایگیت فاصله گرفته بود؟ ایگیت اونم همینقدر دوست داشت؟ به اونم وابسته شده بود یا نه؟ شرکت مشخص، من تا زمانی که یه کار پیدا کنم باید همینجا زندگی کنی. داداش جون، اینجا واسه ای من مثل بهشته. تونستیم فرار کنیم و نجات پیدا کنیم. آدم وقتی نجات پیدا میکنه گریه میکنه. یالا شیشه شیرگی تو بده، خودم به شیرشو میدم. داداش جون نه، پوشک ایگی تموم شده. باشه، من الان میرم میخرم. فقط قبلش خوشگله دایی، من میمیرم برات عزیزم. خوشگله من کیه؟ گریه نکن عزیزم، اینطوری نمیشه. بوی بهشته، بوی بهشت. خوشگلم عزیز دل مامان. ایگیت پسر نازم، ایگیت بچه بود اما اون عاشق ایگیت بود. بویه ایگی تو مشامش بود که رفت بهشت.